سلام، من بهرام و به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، منم هانیم، به اتاق 13 خوش اومدید. تو کشور ایتالیا، تو شهر روم، یه دولت شهر مستقل وجود داره که کلن جدا از ایتالیا حساب میشه و محل اقامت پاپ رهبر کاتولیکای جهان هم هست. این شهر شهر واتیکانه. این شهر کمتر از 1000 جمعیت داره، سفارت خونه جدا، پاسپورت جدا و کلن جدا اداره میشه. شاید به نظر بیاد اداره کردن شهری که کمتر از 1000 جمعیت داره خیلی راحته، ولی امروز داستانی که ما میخواییم تعریف کنیم زیر سایه پاپ اتفاق داره، یعنی در شهر واتیکان. بریم این داستان رو با هم شروع کنیم. امانوئلا اورلندی 4 فرزند از 5 خانواده بود. پدر امانوئلا در واتیکان شاغل بود. روایت‌های مختلفی در مورد شغل پدر امانوئلا وجود داره، ولی اصلی ترین منبع میگه که در واتیکان منشی بوده و کسانی که میخواستن با پاپ دیدار کنن رو سازماندهی میکرده، بهشون ساعت میداده. پس یعنی شغل مذهبی چیزی نداشته، مثلا کشیش چیز نبوده؟ نه، مقام مذهبی نداشته، فقط به عنوان یک کارمند غیر روحانی اونجا کار میکرده. و خب به نظر افرادی که اونجا زندگی میکنن، زیر سایه عیسی مسیح و همچنین پاپ، اونجا امترین نقطه جهانه. داستان ما در سال 1983 اتفاق میفته، سالی که امانوئلا 15 ساله بود و به تازگی دوم دبیرستان رو به اتمام رسونده بود. اون همیشه در کل زندگیش موسیقی رو در کنار درسش داشت. خیلی خوب فلوت میزد، پیانو میزد و همچنین در گروه کور هم فعال بود. اون سال تابستون هفته 3 کلاس داشت که باید میرفت روم. تقریبا 2 تا خونش فاصله داشت، با خط 64 میرفت و دوباره برمیگشت خونه. در 22 ژوئن سال 1983 امانوئلا از برادرش پیترو خواست که اون رو به کلاس موسیقی برسونه، اما برادرش زیر بار نرفت، گفت نه خودت برو، مگه همیشه نمیری؟ الانم خودت برو. دوباره امانوئلا ازش خواهش کرد و برادرش قبول نکرد و گفت که من کارهای شخصی خودم رو دارم. و با هم وارد مشاجره شدن، بحث کردن با هم و در آخر امانوئلا فلوتش رو برداشت، در خونه رو به هم زد و رفت. و برادرش پیترو این آخرین باری بود که خواهرش رو دید. امانوئلا اون روز دیر به سر کلاس رسید. وقتی هم که رسید، اونقدر که باید و شاید حواسش به درس نبود و در آخر هم از استادش اجازه گرفت و 10 زودتر کلاس رو ترک کرد، یعنی در حدود ساعت 6:50. کسانی که شاهد خروج امانوئلا از آموزشگاه موسیقی بودن دیدن که مستقیم رفته سوار اتوبوس شده و کنار یه زن مو قرمز نشسته و شروع کردن با هم دیگه به صحبت کردن. و کسی که دیده بودنش میگفتن اونقدر، یعنی صمیمی بودن با هم دیگه. آره صمیمی بودن، به نظر نمیومده که دفعه اول باشه هم دیگه رو بینی تو با یه غریبه صحبت کنی. آره، بعدش امانوئلا میره یه پارکی که با یکی از خواهرش در ساعت 7:30 قرار داشته. از اون پارک با یه تلفن عمومی به خونه زنگ میزنه و یکی دیگه از خواهرش جواب تلفن رو میده. به خواهرش میگه که من یه مردی که BMW سبز رنگ داره جلوی من رو گرفته و به من پیشنهاد داده که محصولات آرایشی بهداشتی ایوان رو بفروشم و در ازاش به هم 375,000 میده و به نظر پول بزرگی میاد. خواهرش گفته که ببین این کار نکن، باید اول از مامان بابا اجازه بگیری. امانوئلا گفته که آره، منم برای همین زنگ زدم که از مامان بابا اجازه بگیرم. خواهرش میگه که الان نیستن، ولی تو میتونی بعدن دوباره زنگ بزنی، یه نیم ساعت دیگه. و خب تلفن رو طبیعتاً قطع میکنن. اتفاقا اون روز دوربین هایی که اونجا بودن مال یه ساختمون بزرگی بودن و این مکالمه جلوی اون ساختمون شکل گرفته بوده، خراب بوده، یعنی فیلم نگرفته. خیلی عجیب بوده. و جالبش اینه که یه پلیس و یه کسی که مسئول ترافیکه شاهد این مکالمه
امانوئلا و اون مرد بی ام و سوار بودن و در آخر دیدن که امانوئلا سوار ماشین اون بی ام و شده و دیگه این آخرین باری بوده که یک نفر امانوئلا رو دیده. اون شب امانوئلا به خونه برنگشت و خانواده‌اش هم خیلی نگران بودن و زنگ زدن و به پلیس گزارش دادن، ولی پلیس گفتش که نه اشکال نداره، حتما خونه یکی از دوستاش رفت و به زودی هم برمیگرده. ولی خانواده‌اش میدونستن که امانوئلا هیچ وقت این کار انجام نداد و قرار نیستم انجام بده و خیلی عجیب بود که این کارو کرد. اصلا برادرش پیترو میگفت که امکان نداره امانوئلا این کار انجام بده، اونم مخصوصا اینکه سه روز دیگه اجرای موسیقی داره و اصلا تا حالا توی عمرش همچین کاری انجام نداده. پنجشنبه 23 ژوئن خانواده امانوئلا با آموزشگاه موسیقی تماس گرفتن تا ببینن آیا اونها اطلاعاتی دارن یا نه، که خب آموزشگاه موسیقی هم اطلاعات خاصی نداشت به جز همون زن مو قرمزی که دیده بودن. و خب خانواده امانوئلا چون دید پلیس یه ذره شل گرفته و هنوز باور نکردن که امانوئلا گم شده، خودشون کارگاه خصوصی استخدام کردن تا اگر اتفاقی افتاده همین الان جلوش گرفته بشه. دقیقاً اصلا بگردن ببینن این مرد بی ام و سوار کی بوده، ولی خب اطلاعاتی به دست نیومد. خانواده امانوئلا اومدن سریعاً موضوع رو عمومی کردن، با رسانه ها صحبت کردن و حتی شماره تلفن شخصیشون رو در اختیار مردم گذاشتن تا اگر کسی خبری از امانوئلا داره یا امانوئلا رو جایی دیده دقیقاً با خود خانواده اورلندی تماس بگیرن، نه با پلیس. ولی شاید به نظر بیاد که این ایده خوبی باشه که مثلا شمارهشون رو به اشتراک گذاشتن، اما کم کم باعث اتفاقات بدی دیگه هم شد که در ادامه میگی. سه روز بعد از ناپدید شدن امانوئلا خانواده شروع کردن به دریافت کردن تماس هایی که به نظر میومد این اشخاص یا امانوئلا رو دیدن یا از جاش خبر دارن. اولیش یه پسری بود که حدوداً 16 سالش بود و میگفت که دوست دخترش امانوئلا رو دیده که خودش رو باربارا معرفی میکنه و داشته لوازم آرایش میفروخته. در حال حاضر عمومی نشده که امانوئلا آخرین بار توسط یه مرد با یه مرد دیده شده که لوازم آرایش میفروخته، ولی این آدمایی که دارن تماس میگیرن دارن نکته میدن دیگه، میگن دیگه دارن یعنی یه چیزی میدونن دارن میگن، دقیقاً میگن که لوازم آرایش میفروخته. و بعد از این آقا دوباره یه آقای دیگه تماس گرفت به اسم ماریو، اون هم ادعا میکرد که امانوئلا رو دیده و امانوئلا خودش رو باربارا معرفی کرده، یعنی یه اسم مشترک دوبار تکرار شده و اونجا هم امانوئلا داشته لوازم آرایش میفروخته همراه با یه زن دیگه. و خب الان برای پلیس جالب شده بود که آیا واقعا امانوئلا خودش رفته یا دزدیده شده. در حال حاضر که حدوداً 4 دهه داره از اون دورانی میگذره، پلیس معتقده که تمام این تماس‌ها راه گم کنی بوده، یعنی کسانی بودن که از امانوئلا خبر داشتن. مثلا دو نفری که زنگ زده بودن، یعنی مثلا یه جوری در ارتباط بودن با اتفاقی که واسش افتاده. دقیقاً، یعنی از امانوئلا خبر داشتن، وگرنه چرا باید مثلا از لوازم آرایش حرف بزنن و حتی میگن از ویژگی‌های شخصیتی از امانوئلا حرف زدن که بقیه عموم خبر نداشتن و نشون داده که اینا امانوئلا رو دیدن. با این حال پلیس ایتالیا شروع کرد به پیگیری که ببینه چه اطلاعاتی به دست میاد، کسی دیده یا نه. اولین ردی هم که گرفتن رد بی ام وی سبز بود و تونستن یه تعمیرکاری رو پیدا کنن که گفته بود که من یه بی ام وی سبزی رو که پنجره پشتش رو چی میگم پشت ماشین رو؟ عقبی؟ آره، پنجره عقب ماشین از داخل شکسته بوده شیشه، من پنجره اون رو تعمیر کردم. پلیس رد این آقا رو گرفت که ببینه این آقا کیه. رفتن در خونه شون، ولی خب یه خانومی در رو باز کرد که این خونه هم در 2 کیلومتری واتیکان واقع شده و اون خانوم به هیچ عنوان حاضر نشد حرف بزنه، یعنی حتی حاضر نشد هیچ اطلاعاتی بده. به نظر من، نظر شخصی من، بی ام وی سبز
شیشه پشت ماشین از داخل شکسته است، صندلی عقب از داخل شیشه شکسته است، یعنی یه نفر داخل بوده شکسته است. به نظر من خیلی مثلا مشکوکه، خیلی متقاعد کننده است که شاید امانوئلا داخلش بوده، مثلا لگد زده شیشه رو خراب کرده یا هر کاری کرده، حالا نمیدونم با لگد شکسته میشه یا نه. ولی به هر جهت جوابی نداد و این اطلاعات کم کم از پرونده پاک شد و دیگه حتی رد اینم نگرفتن. مثلا ببینن که یعنی کلا بیام بسند رفت کنار. رفت کنار. اصلا این اطلاعاتی که از این گرفته بودن رفت کنار. یه جوری پلیس رو متقاعد کردن. یه چیزی هم بهتون بگم، چون این پرونده هنوز بازه، ما از این اطلاعات خبر نداریم. مثلا من یه سوال دارم، چجوری متقاعدش کردن؟ اصلا به نظر هیچ اصلا متقاعد نمیشه شد. اصلا همینو دارم بهت میگم. ما از این سری اطلاعات خبر نداریم. شاید اون یه سری اطلاعات داده که پلیس تونسته قانع کنه. آره دیگه، شاید مثلا پلیس نخواسته بگه که لو نره. نمیگن. آره 11 روز بعد از ناپدید شدن امانوئلا، پاپ اومد یک سخنرانی عمومی را انداخت و از امانوئلا خواست که برگرده، یا اگر امانوئلا دست کسیه و اونو دزدیدن برش گردونن. ما باید اینو در نظر بگیریم، پاپ برای گروهی از مسیحی‌ها خیلی شخصیت بزرگه، کلن هم شخصیت معروفیه دیگه، یعنی اگه خبری در موردش باشه میشناسنش. و وقتی که پاپ اومد در این مورد صحبت کرد، مثل یک بمب خبری منفجر شد و تمام خبرگزاری‌ها در مورد امانوئلا نوشتن. یعنی الان کل دنیا خبر داره که امانوئلا گم شده و پاپ درخواست داده. و پاپ در اون سخنرانیش گفت که من به خانواده امانوئلا خیلی نزدیکم و خیلی دلم میخواد که امانوئلا برگرده. گفتن که در همون سخنرانیش 8 بار از امانوئلا حرف زده. در 9 ماه آینده پاپ 7 بار دیگه در مورد امانوئلا حرف میزنه. اما اینجا ما باید یه چیزی رو در نظر بگیریم. یه پرانتز گنده من باز کنم اینجا. در سال 1983 این داستان امانوئلا اتفاق افتاده. 2 سال قبل، یعنی در سال 1981، پاپ قرار بود که ترور بشه توسط یه شخصی به اسم محمد علی آقجا. این یه آقای ترکیه که نتونست هم ترور کنه و خب الان توی ایتالیا در زندان توی واتیکان، الان که در همون زمان. و خب برای کسایی که گروهایی که پشت ترور پاپ بودن الان خیلی مهم بود، یعنی همشون اومدن ادعا کردن که ما امانوئلا رو دزدیدیم، گروه های اسلامگرای مختلف. و اینو بهتون بگم، مثلا یک اتفاق تروریستی که الان در سطح دنیا میفته، دیدین که مثلا گاهی وقتا داعش مثلا اون زمانی که بود گردن میگرفت، یعنی هر اتفاقی بود گروه تروریستی همه گردن میگرفت، همه گردن میگرفت. یعنی مثلا اگر تو خونه ما قابلم منفجر میشد، داعش گردن میگرفت، میگفت من کردم. الان هم اوضاع همین جوری بود، گروه های افرادگرایی که مخالف پاپ بودن گردن گرفتن. حدود 2 روز بعد از اینکه اولین بار پاپ در مورد امانوئلا حرف زد، اولین گروه با خانواده اورلندی تماس گرفتن. گفتن که ما یه گروه نوجوانیم که امانوئلا رو دزدیدیم و میخوایم که با محمد علی تعویزش کنیم. این شخصی که تماس میگرفت به خاطر لهجه آمریکایی که داشت به اسم آمریکایی معروف شد. یعنی ما هر دفعه در موردش حرف بزنیم بهش میگیم آمریکایی. یک بار تماس گرفت و صدای یه دختری رو پخش کرد که میگفت که سلام، من امانوئلا هستم و در مدرسه علوم تحصیل میکنم. خانوادش میگفتن که صدای امانوئلا است، ولی پلیس میگفت که ما شک داریم که این صدای امانوئلا باشه یا نه، اصلا این صدا مال الان باشه یا نه. دقیقاً الان 11 روز گذشته، بیشتر از 11 روز، 12 13 روز گذشته و ما اصلا نمیدونیم امانوئلا زنده هست یا نه. یک بار دیگه زنگ زد این آقا، یه صدایی رو پخش کرد که به نظر میومد یک خانومی داره جیغ میزنه و داره شکنجه میشه. پلیس بعد از اینکه این جیغا رو بررسی کرد، گفت این فیلم پورن بوده که اون نفر پخش کرده که صدای شکنجه است. و خب پلیس این گروه جدی گرفته بود به خاطر اینی که
اطلاعاتی که میداد درست بود. یک بار اومد یک کارت ثبت نام آموزشگاه موسیقی امانوئلا و نوت‌های موسیقیش که اون روزی که گم شده بود همراهش بود رو کپیش رو برای پلیس فرستاد و خب به نظر میومد واقعا از امانوئلا خبر دارن، اطلاعاتی دارن. در کل این آقا 16 بار تماس گرفت و حتی یک بار درخواست کرد که با وزیر خارجه واتیکان صحبت کنه و اتفاقا صحبت هم کردن، ولی مکالماتش وقت پخش نشد، یعنی ما نمیدونیم که چه صحبتایی کرده. علاوه بر این که این آقای آمریکایی با خانواده اورلندی هم تماس میگرفت، مستقیم به واتیکان هم زنگ میزد، یعنی با اونا همه جا رو دیگه وارد کرد، با همه چیز هم کرد. بعد از اینم که پلیس بررسی کرد گفت که اینا از تلفن عمومی زنگ میزدن و ما نمیتونیم ردشون رو بگیریم، میدونن کجاست ولی هر دفعه از یک تلفن عمومی زنگ میزد، نمیتونن بگن شخص دقیقش کیه. ولی خب این تماس ها به یک بار قطع شد، اون هم در 27 اکتبر سال 1983. اما اوضاع از اون چیزی که فکر بکنید پیچیده تر شد. دو تا گروه اسلامگرای دیگه پیدا شدن که اومدن ادعا کردن که امانوئلا و میرلا گریگوری رو دزدیدن. حالا قبل از این که در مورد این گروه ها صحبت بکنم بگم میرلا کیه. میرلا حدوداً یک ماه قبل از امانوئلا ناپدید شد، اون هم دوباره به شیوه عجیب. به مادرش گفته بود که من میرم که یکی از دوستای سابقم که توی مدرسه بوده رو ببینم، نه اسم دوستو گفته نه در موردش حرف زده، ولی مادرش دیده که سوار یک اتومبیلی یه آقای شده و اتفاقا تونسته این آقا رو ببینه. بعدها مادر میرلا این مرد رو توی تیم اسکورت پاپ میبینه. بیمه سبسکر نداشته یا؟ نمیدونم، نه فکر نمی کنم. و جالب اینه که هر چقدر هم پیگیری میکنه به جایی نمیرسه. خیلی عجیبه که این همه یعنی چیزهای مثلا که به اینجا نمیرسه و کلا یوها از بین میره. دقیقا. و خب الان دو تا گروه اسلامگرا گفته بودن که هم امانوئلا رو دارن هم میرلا رو دارن. الان تقریبا 4 دهه است که از گم شدن امانوئلا و میرلا میگذره و هیچ کس خب از اینها دیگه خبری نداره. این گروه هایی هم که اومدن ادعا کردن گفتن ما دزدیدیم، کم کم کنار رفتن دیگه و در موردش دیگه حرف نزدن. و این آقای محمد علی که تروریست بود رفت پاپ دیدنش، با پاپ صحبت کرد و بعد هم مسیحی شد کلن و دیگه گروه های اسلامگرا هم رفتن کنار، دیگه سنگ اینو به سینه نزدن. و جالبش اینه که در سال 2006 هم از زندان آزاد شد و رفت ترکیه، 10 سالی هم تو ترکیه زندان بود و بعد دیگه برگشت به جامعه و زندگیشو میکرد. اما یه سری توطئه‌ها، تئوری‌ها وجود داره که البته ما به شایعات هیچ وقت نمی‌پردازیم، ولی خب یکی از تئوری‌ها اینه که میگن که احتمالاً یک گروهی امانوئلا رو دزدیدن که با محمد علی عوض کنن. خب یه سری آدم‌ها به این پرونده گره می‌خورن خواه نخواه. ظاهرا یکی از دوستان امانوئلا به اسم رافائل که اتفاقا پدر رافائل آشپز خصوصی پاپ بوده، شنیده که اطرافیان پاپ صحبت میکنن که احتمال داره الان که یه نفر میخواسته پاپ رو ترور کنه و ما این زارب رو گرفتیم، احتمال داره که آدم دوزی اتفاق بیفته. دقیقاً. برای همین این صحبت ها شده و این پدر رافائل اومده به دخترش گفته که ببین رافائل، این حرفا رو میزنن، تو حواست به دور و برت باشه، یه نگاهی بنداز کسی دنبالت نکنه. و رافائل یه بار متوجه میشه که یه آقای 3 روز دنبالش میکنه و به پدرش میگه. پدرش هم انقدر عقلش کار میکرده مدرسهشو عوض میکنه. آره دیگه، چون یکی از جاهایی که خیلی راحت شده دیگه همین مدرسه هست. آره، مدرسه دخترش رو عوض میکنه و خب دیگه اون آقاها رو نمیبینن، ولی خب میگن احتمالش وجود داره که اونا هم خواستن اول رافائل رو بدزدن بعد اومدن امانوئلا رو دزدیدن. این آقای محمد علی که آزاد شد گفت که رفت با تلویزیون ترکیه مصاحبه کرد و گفت که نه،
طرفدارای من اون گروه های اسلامگرا ندزدیدن امانوئل لا رو، بلکه واتیکان دزدیده. مثلا شاید بنزن گردن مثلا افراطیه و اینجور. دقیقاً گفته که امانوئل لا رو واتیکان دزدیده و بعد فرستادنش به اروپای شرقی و اونجا توی یه صومعه داره زندگی میکنه به عنوان راهبه، ولی خانوادش هر وقت بخوان میتونن برن ببیننش و این هیچ وقت دلیل و منطق نیاورده برای حرفاش، یعنی هیچ مدرکی نیاورده. و بعد اصلا به نظر من به حرفای یه تروریست نمیشه اعتماد کرد، چون بعدا اومد گفت که اصلا واتیکان نقشه یه ترور پاپ رو کشیده، بعد اومد گفت نه خمینی نقشه یه ترور رو کشیده، گردن همه یکی دور انداخت و کلا خب نمیشه روی حرفاش حساب کرد. ظاهرا یه قاضی ایتالیایی وجود داره که خیلی معتقده به این داستانی که گروه های طرفدار محمد علی امانوئل لا رو دزدیدن. اون قاضی ادعا کرده که امانوئل لا الان در حال حاضر داره توی فرانسه زندگی میکنه در جامعه مسلمون ها، داره به عنوان یه مسلمون زندگی میکنه و حاضر نیست خانوادش رو ببینه. حالا این دلیل رو از کجا آورده وقت چه خبری داره رو ما نمیدونیم. من تا زمانی که این متن رو می نوشتم نمی دونستم که واتیکان جنگیر اعظم داره. جدی میگم. یه آقای وجود داره به اسم پدر گابریل که فوت هم کرده چند سال پیش. این آقا ادعا کرده که امانوئلا و میرلا رو به خاطر مهمونی های جنسی دزدیدن توی واتیکان. کسانی که توی واتیکان کار میکردن مهمونی های جنسی داشتن و این دو تا دخترها رو گرفتن و بردن که توی مهمونی ها باشن و به طور اتفاقی کشته شدن و بعد هم اینا رو شبانه خاکشون کردن. دوتاشون به طور اتفاقی کشته شدن. و حالا من نمیدونم که واقعا به حرفای این آدم میشه اعتماد کرد یا نه، چون این آدم ظاهرا در گذشته هری پاتر رو ممنوع کرده بوده برای خوندن، شیطانیه و یوگا. خب این که میشه اعتماد کرد یا نه رو نمیدونم. هم هیتلر هم میگفته که داخل شیطان و بعد میخواسته از راه دو شیطان ازش خارج. آره آره، یکی از کارهایی کرده همین بوده، ولی خب موفق نشده که هیتلر رو جنگیری کنه. خیلی قوی بوده. دیپدیس یک مجرم و جنایتکار بود که رهبر یک مشت جنایتکار بود. ظاهرا در سال 1990 زمانی که 38 سالش بوده ترور میشه و خب خانواده 600 هزار دلار به واتیکان میدن تا اون رو توی یکی از این دخمه های واتیکان خاکش کنن و جسدش رو اونجا بذارن. تو سال 2008 دوست دختر این آقا ادعا کرد که دوست پسرش، یعنی همین دیپدیس، با مرگ امانوئل لا در ارتباطه و حتی پلیس هم معتقد بود پشت اتفاقی که برای امانوئل لا افتاده این آقا هستش، ولی اینکه دلیلش چی هست رو ما نمیدونیم که چرا پلیس معتقده. حتما داشتن، ولی این دوست دختر ادعا کرد که آره اگر مقبره این دوست پسر منو باز کنین، دیپدیس رو باز کنین، راز مرگ امانوئل لا افشا میشه. یعنی علنا گفت برید مقبرش رو باز کنین میفهمین چه خبره. مثلا انگار جوی فرعون مثلا. خلاصه میرن مقبره رو باز میکنن اما هیچ چیزی پیدا نمیکنن و بلکه جسد این آقای جنایتکار رو در میارن، آتیشش میزنن و میندازنش توی دریا، خاکسترش رو میزنن تو دریا. 600,000 دلار هم باد هوا شد. 600 دلار برد. ظاهرا چند سال پیش هم یک روزنامه نگاری بوده که یک سند 5 صفحه‌ای رو از واتیکان بهش میرسه، دزدیده شده بوده از واتیکان و بهش میرسه که توی اون اسناد گفته شده که پاپ ظاهرا از گم شدن امانوئلا خبر داشته، یعنی خبر داشته که چه اتفاقی برای امانوئلا افتاده، ولی صرفا چون وجهه کلیسا رو خراب نکنن، چون مردم زده نشن، برای همین نگفته که چه اتفاقی برای امانوئلا افتاده. اگه کسی دیگه انجام داده باشه خب واسه اونو بد نمیشه به نظر من، ولی یه رفتی به خودشون داشته. مثلا شاید حرفای مهمتالی درست بوده باشه. البته ممکن نمیشه اعتماد کرد، ولی خب شاید این اتفاقات افتاده باشه. ولی یه چیزی بهتون بگم، در حال حاضر هر اتفاقی که میفته، هر گوری که، هر قبری که توی واتیکان پیدا میشه، مسئولین میگن که این شاید امانوئل لا باشه. واقعا چه دلیلی دارن؟ یه چیزی که برای من خیلی عجیبه اینه که امانوئل لا توی روم گم شده، چرا توی واتیکان دارن دنبالش میگردن؟
نمیدونم شاید خودش نگاهی کرده. نه جدا میگم امانوئلا توی روم گم شده، توی روم دزدیده شده، چرا تو واتیکان دارن دنبالش میگردن؟ میگه نمیشه مثلا دیگه چند جا میخوان خاکش کنن. حتی یه چند سال پیش فکر میکنم تو سال 2007 و چت کمتر یه سر پیدا کردن، فکر کن یه جمجمه پیدا کردن که توی اتاقای اعتراف گیری بود، حتی گفتن که اون احتمال داره امانوئلا باشه، رفتن چکش کردن، دی ان ای گرفتن، گفتن نه امانوئلا نیست. به نظر من دارن افکار مردم رو پراکنده میکنن. اصلا پیترو برادرش میگه که کلیسا با ما صادق نیست، واتیکان با ما صادق نیست، نمیگن چه اتفاقی برای خواهر من افتاده، خودشون خبر دارن. مثلا چند وقت پیش اومدن گفتن که احتمال داره که توی قبر دو تا فرشته باشن، از این فرشته های من دارم چی بودن، دو تا پرنسس آلمانی بودن که توی همون واتیکان خاکن، گفتن احتمال داره توی مقبره اینا خبر از امانوئلا باشه، اسکلتش. حتی اومدن اونو باز کردن ولی خب حتی اسکلت های اونا هم نبود، یعنی امانوئلا که نبود هیچی، اسکلت های اونا هم نبود. کلا نمیدونم دارن چی کار میکنن دیگه، کلا دنیا رو به هم ریختن. اصلا معلوم نیستم از این گروه دست جمعی که توی کانادا پیدا کردن. خلاصه مشخص نیست چه اتفاقی برای امانوئلا افتاده. نظر شخصی من اینه که امانوئلا هم روز اول کشته شد، یعنی حتی به این گروه، حتی من میگم گروه طرفدار محمد علی هم نبودن، کار خودشون. کار خودشون، من فکرم کار خودمون واتیکان بوده باشه، همون کار خودشونه، راننده تاکسی ها. توی سال 2020 یه سری اسکلت پیدا شد، ظاهرا یه حفره زده بودن، یه جعبه پر از اسکلت آدم پیدا شد که میگفتن بچه بوده، زن بوده، مرد بوده توش، و قرار اینها بررسی بشه تو سال 2020 که هنوز خبرش بیرون نیومده که نتیجهش چی بود، آیا اسکلت امانوئلا یا حداقل میرلا داخل اونا هست یا نه. ولی بدیش اینه که مادر امانوئلا هنوز توی همون خونه زندگی میکنه که آخرین بار دخترش از اونجا رفته و هنوز منتظره که دخترش برگرده. پرونده این هفته هم تموم شد. هفته بعد یه پرونده خیلی جنجالی داریم که من تا حالا خودم نشنیده بودم اسمش رو، یکی از شما به ما معرفی کرد، نگر اشتباه نکنم بهزاد بود به ما معرفیش کرد، هرچند اسمش رو اشتباه گفت ولی دمش گرم، پرونده خیلی جالبیه. تا هفته دیگه، خدا نگهدار. خدا نگهدار.